تیمسار سپهبد نادر جهانبانی، بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت ایران تا سال 57 بود. از اونجایی که نخبه کشی در 22 بهمن 57 شروع شد و یک نسل از نخبه ها اعدام شدند، طبق اسامی ثبت شده 47 امیر ارتش به دستور شخص آقای خمینی و با اجرای صادق خلخالی اعدام شدند. در این اعدام ها 12 ارتش بود، 15 سپهبد، 14 سرلشکر و 9 سرتیپ از شمار این 47 بودند و اسم نادر جهانبانی از همیشه بیشتر مطرح بود. تیمسار نادر جهانبانی متولد 27 فروردین 1307 در تهران و اعدام شده اسفند 57 در تهران بود. ایشون چهارمین پسر سپهبد امان الله جهانبانی بودند. تیمسار امان الله جهانبانی شاهزاده قاجار بودند. جد پدری ایشون فتح‌علی شاه قاجار و جد مادری ایشون گلبدن خانوم بودند که معروف به خازن دوله بودند و همسر فتح‌علی شاه و طبق نوشته های دوره قاجار این همسر محبوب فتح‌علی شاه قاجار به حساب میومد. ایشون که آدم لایقی در امور دربار و مملکت داری هم بودند و به همین دلیل خزانه‌دانی کشور به دست ایشون سپرده شد و لقب خازن دوله رو از این جهت به اون داده بودند. پدر امان الله جهانبانی امان الله ضیاءالدوله بودند. امان الله میرزا متولد تهران سال 1286 بود و در دارالفنون تحصیلات نظامی میدید و افسر قزاق شد و در دوره مشروطه یکی از افسران ارشد قزاقخونه بود که به اون لقب ضیاءالدوله دادن. ایشون پدر بزرگ نادر جهانبانی بودن که لیاخوف روسی در دوره محمد علی شاه قاجار رئیس قزاقخونه میشه و ضیاءالدوله به نشانه اعتراض از سمت خودش کنارگیری میکنه و به مشروط خواها میپیونده و ایشون نماینده مجلس در دوره اول مجلس شورای ملی که به مجلس مشروطه معروف بود نائب شدن. مجلس مشروطه سال 1285 تشکیل شد و دو سال بعد توسط لیاخوف روسی به دستور محمد علی شاه در سال 1287 به توپ بسته شد و یک سال معروف به استبداد صغیر ضیاءالدوله در تهران مخفی میمونه. باورپای دوباره جنبش مشروطه از فعالان این جنبش بود تا بعد از فتح تهران به دست انقلابیون مشروطه در سال 1288 و فرمانده لشکر آذربایجان میشه. امان الله جهانبانی که پسر ضیاءالدوله و پدر نادر جهانبانی بود تحصیلات نظامی میکنه و در دوره رضاشاه پهلوی به درجه سپهبدی میرسه. البته بعدها تیمسار امان الله جهانبانی پدر نادر جهانبانی مورد غضب رضاشاه قرار میگیره و با وجود اینکه از اون نشان ذوالفقار گرفته بود به زندان میفته و یک سال در زندان میمونه و حتی بعضی از فامیل های جهانبانی به خاطر این جریان اسم فامیل های خودشون رو عوض کردن و در سال 1320 با به حکومت رسیدن محمد رضا پهلوی و با اعاده حیثیت از تیمسار امان الله جهانبانی ایشون رو به وزیر در کابینه محمد علی فروغی میرسونه. در کتاب رجال عصر پهلوی اومده که رضا شاه همه جهانبانی ها رو از ارتش اخراج میکنه و جهانبانی ها فامیلی خودشون رو به کیکاووسی، فتح علی پور و جهانبینی تغییر دادن. اما بعد از به وزارت رسیدن تیمسار امان الله جهانبانی ایشون با یه بانوی روسی ازدواج میکنن، یعنی تبار تیمسار نادر جهانبانی از طرف مادر روسی بوده. نادر جهانبانی در 18 سالگی در سال 1325 به روسیه اعزام میشه و برای تحصیل خلبانی در دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه بعد از فارغ التحصیل شدن برمیگرده به ایران و در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت میکنه و بعد برای آموزش خلبانی جت به آلمان میره و اونجا با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا میشه، البته اونطوری که در زندگی نامه ایشون نوشته شده. و بعد از برگشت به ایران تیم آکروجت طلایی ایران رو با یکی از بهترین خلبانهای نیروی هوایی شاهنشاهی راه اندازی میکنه و یک سال بعد در مسابقه تیمهای آکروجت روسیه که بین روسیه، ایران و آمریکا بود تیم آکروجت ایران به لیدری تیمسار نادر جهانبانی اول میشه و این افتخار تا بهمن 57 فقط و فقط در اختیار نادر جهانبانی بود و هیچ تیم آکروجتی در دنیا توان مقابله با تیم آکروجتی که تیمسار نادر جهانبانی تشکیل داده بود رو نداشت. تیمسار نادر جهانبانی همیشه معاون فرماندهی نیروی هوایی بود. این در حالی بود که دو تا از
افرادی که در گروه آکروجت ایران توسط خود نادر جهانبانی انتخاب شده بودند در سال 1337 به فرماندهی کل نیروی هوایی رسیدند. اونها ارتش بود، خاتم و سپه بود ربیعی بودند و دلیل این کار به گفته پسر ایشون انوشیروان جهانبانی، اول به خاطر اینکه نادر جهانبانی از طایفه قاجار بودند و مادر ایشون روسی بود و دوم که از همه مهمتره، نادر جهانبانی به دلیل میهن پرستی هیچ وقت اجازه دخالت در امور ارتش به خصوص نیروی هوایی رو به آمریکایی ها نمیداد و از اونجایی که آمریکایی ها نفوذ زیادی در مدیریت و تصمیمات داشتن، هیچ وقت اجازه فرمانده شدن رو به ایشون ندادن و نادر جهانبانی که هدف و آرزویی جز خدمت به میهن و نیروی هوایی نداشت، هیچ وقت از این قضیه ناراحت و گله‌مند نبود. و دلیل سوم به خاطر زیرآبزنی هایی که در ارتش توسط افرادی به خصوص افسر آذربرزین در پشت صحنه به دلیل حسادت به نادر جهانبانی میکرد، ایشون از مقام فرماندهی محروم بود. البته بعدها آذربرزین خودش به عنوان معاون و بعد در سال 57 چند ماه بعد از انقلاب به عنوان فرمانده کل نیروی هوایی و بعدها حتی به عنوان عضو شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی رسید و به گفته انوشیروان جهانبانی بعدها مشخص شد که آذربرزین چند سال قبل از انقلاب با عوامل و نیروهای انقلابی همکاری داشت، تا جایی که در کتاب نوشته آذربرزین لیست افراد اعدامی که همه افسران بالا رتبه ارتش بودند توسط آذربرزین تنظیم شده بود. به نقل از انوشیروان جهانبانی، نادر جهانبانی با وجود شلوغی‌های ابتدای انقلاب میدونست که در ایران جوی خون راه میفته و گفته خودشون از اینجا جون سالم به در نمیبرم. بعد از رفتن شاه حتی به اصرار پسر ایشون برای خارج شدن از ایران، تنها جوابی که میداد این بود که من سرباز این وطنم و جای من اینجاست و باید بمونم. البته انوشیروان جهانبانی نسبت به حرفایی که برای بالا بردن اسم نادر جهانبانی گفته میشه ابراز ناراحتی کرد و نسبت دادن کارهایی که پدر اون انجام داده از قبیل رد شدن با فانتوم از زیر پل کارون، گفته که این چیزها باعث بی انضباط نشون دادن پدر من میشه که در واقعیت ایشون بسیار در انضباط و مدیریت سختگیر بودن. در نهایت نادر جهانبانی در بهمن 57 در پادگان دوجونتپه بازداشت شد و به مدرسه رفاع انتقال دادند و بعد از یک ماه زندان به دلیل نداشتن برنامه‌ای توسط رژیم جدید ایران، ایشون رو بلافاصله اعدام نکردند. اما بعد از اعدام‌های خونین 57 توسط خلخالی و به دستور مستقیم آقای خمینی، عقاب چشم آبی ایران پدر آکروجت ایران اعدام شد. اما عمق فاجعه اینجاست که بعد از اعدام نادر جهانبانی حتی پیکر ایشون رو تحویل خانواده ندادن و فقط وسایل شخصی تیمسار نادر جهانبانی از قبیل ساعت و لباس و وصیت‌نامه رو به خانواده تحویل دادن و تنها کسی که برای دفن پیکر ایشون اجازه داده شد که حضور داشته باشه مادر تیمسار نادر جهانبانی بود و در کل میشه فهمید که به طور مخفیانه پیکر ایشون رو دفن کردن و تنها دلیلی که نادر جهانبانی اعدام شد پرطرفدار بودن و فرمانبردار بودن افراد نیروی هوایی از جانب ایشون بود. خب دوست عزیز، ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار.